بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر تیر خون آلود از خون تو تر. این تیر که از بدنت در آوردی حالا میخوای عصبانی بشکونیش، خونت هم داره ازش میچکه، ببرش پیش شاه، یعنی پیش اون که به تو این تیر انداخت، بگو آقای شاه اینو بگی دست شما درد نکنه، ممنون میشم، بازم بزن. یعنی چی این هست؟ یعنی این که باید شما با رضایت با این قضیه برخورد کنید، یعنی بهش راضی باشید. صبر با انتظار فرق داره، قبلا هم گفتم. شما یه تیری میخورید میگید که خب مولانا گفت که صبر، حالا یه ذره هم صبر میکنم ببینم حالا چی میشه. نه، این صبر نیست. صبر یعنی آن چی که هست شما اگه تا ابد هم ادامه داشت با همون موندی، هیچ شکایتی هم نداری، انتظاری هم نداری این وضع عوض شه. تیر خوردی، نوش جونم این تیر، میبرم میگم باز بزن. چون که البته اگه اعتقاد داشته باشم که یک نظمی هست و این نظم بعد منو نمیخواد و اون که خالق این هستیست یا اون که گرداننده این جهانه، دارنده این نظمه، اون برای من از مادر شفیق‌تره، از مادر مهربون‌تره. همین بارها گفتم، همین به من یک حس آرامشی میده که من میتونم خیلی راحت همه مسائل رو بپذیرم و دنیا رو برای خودم و دیگران آرام کنم، صلح باشه همه جا. حالا مولانا ادامه میده، آنچه پیدا عاجز و بسته و زبون، وانچه ناپیدا چنان تند و هرون. هرون یعنی سرکش. ما شکاریم، این چنین دامی کراست، گوی چوگانیم، چوگانی کجاست؟ اون چوگانی یعنی اون چوگانباز. ما مثل گوی چوگان میمونیم، یکی ما رو هی داره با چوب میزنه میبره.